با سلام به شما بینندگان عزیز کانال جدید، امیدوارم سالم و سرحال باشید. نسرین بشارت هستم، همراه همکارم سحر آزاد برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. حسن روحانی و سیاست‌های خارجی و اختلافات حکومتی موضوع مورد بحث امروز من هستش. اخیراً اختلافات بین حسن روحانی و بیت رهبری به خاطر سیاست‌های خارجی شدت بیشتری به خودش گرفته، به طوری که جناح راست هشدارهایی به روحانی داده. در این رابطه گفتگوی داریم با مهمون برنامه‌مون محمد آسنگران. با سلام به شما محمد آسنگران، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان برنامه. محمد آسنگران، اخیراً بین حسن روحانی و بیت رهبری هم جوی گفتم یه درگیری به خاطر سیاست خارجی ادامه پیدا کرده و روزنامه شریعت، کیهان شریعت مداری و امام جمعه تهران و بعضی از جناح‌های خامنه‌ای به روحانی هشدارهایی دادن و تذکرهایی دادن و اعلام کردن که بهتره که به وضعیت اقتصادی کشور برسی، وضعیت اقتصادی رو بهتر کنی و سیاست خارجی جایگاهی نداره. به نظر شما مسئله چیه کلن؟ و طبعا اصل قضیه برمیگرده به رقابت این جناح‌ها با هم دیگه. از اون کاری که الان دولت روحانی در داخل کشور میکنه، از روزی که اومدن سر کار تا حالا دزدی های طرف مقابل رو بیشتر افشا میکنه که تا حالا از طرف جناح راست مخفی نگه داشته شده بود. این یک کار بوده. کار دیگه شم اینه که خرابکاری هایی که در اون سالهای گذشته انجام دادن و از مردم پنهان کردن، یه گوشه هایشو داره علنی میکنه، ولی اساسا تمرکزش رو سیاست خارجی هست و سیاست خارجی هم طبعا بین جناح روحانی و رفسنجانی با جناح خامنه‌ای برداشت و یا سیاست واحدی ندارن روش و به این معنا کنفلیکت اینا، اختلاف اینا سر اونم برجسته داره میشه و از این طریق هست که هم کیهان، هم امام جمعه تهران و هم قبلا امام جمعه مشهد پشت سر هم دارن به دولت روحانی تذکر میدن که مسائل اقتصادی مردم رو توجه کن. منظورشون این هست که الان که قدرت داری در حال زیاد تند نرو از یک طرف و جناح خود و جاهای جناح خود رو محکم نکن، بلکه تلاش کن که امکان شورش ها و اعتراضات در جامعه را کم کنید. این کاریه که جناح مقابل داره میکنه. از اونورم خب طبعا روحانی هم سیاست خودش رو پیش میبره، هم در رابطه با سیاست خارجی هم منطبق نیستن با هم. حرفایی که رفسنجانی زد خب کاملا برعکس حرفایی بود که خامنه قبلا یا بعدا زده بود. رفسنجانی رسما اعلام کرده که نباید تمام تخم‌مرغ‌ها رو تو سبد حفظ اسد گذاشت، بلکه علناً یک جورایی داره سیاست دولت فعلی و جناح خودش رو اینجوری تعریف میکنه که نباید هم و غمشون این باشه که اسد رو حفظ کنن و فعلا یه تلاش میکنن با زبان دیگری با غرب کنار بیان. این یه بخش از کارشون رو در رابطه با مسئله هسته ایم خود سیاست های دیگر رو دارن پیش میبرند و این دوتا موضوع جای نگرانی هست برای جناح راست و جناح راست به جای اینکه بیاد مستقیم همین نگرانیش رو بیان کنه، غیر مستقیم داره به نوعی عام پسندتر مشکلات مردم رو بردسته میکنه. انگار مثلا مشکلات مردم مال امروزه، درسته که تمام داستان اینه که تمام طول عمر جمهوری اسلامی مشکلات مردم مشکلی هیچ کدوم از جناح‌های جمهوری اسلامی نبوده. داستان از این قرار به نظر من. حسن روحانی تمرکز بیشترش رو گذاشته روی سیاست‌های خارجی. به نظر شما هدفش از این کار چی است؟ خب طبعا تمام هدف سر کار اومدن اساسا جناح روحانی و شانس اینو پیدا کرد روحانی انتخاب بشه به این دلیل بود که یک بنبستی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایجاد شده بود با تحریمایی که اعمال شده بود به خاطر سیاست های خود جمهوری اسلامی و در رأس هیئت اجرایی جمهوری اسلامی که احمدی نژاد بود، شرایطی پیش اومده بود که
تحریم های وسیع و همگیر که تو تاریخ هیچ دولتی فکر نمی کنم سابقه داشته باشه، این تحریم ها اعمال شده و جمهوری اسلامی زمینگیر شده. در اساس حرفای خودشون مقامات دولتی الان مسئله تورم، گرانی، بی‌ارزشی پول، تعطیل شدن کارگاه و کارخونه ها به یک امر عادی و معمولی تبدیل شده و بسیاری از این مراکز تولیدی دیگه امکان ادامه تولید رو ازشون سلب کردن. این یک طرف قضیه. یک طرف دیگه قضیه به قول خود رفسنجانی نفت رو نمیتونن بفروشن و اگرم بفروشن نمیتونن پولش رو برگردونن و تنها منبع درآمد جمهوری اسلامی که نفت باشه، که 80-90 درصد منبع درآمد جمهوری اسلامی نفته، این با این مشکلات مواجه شده و از به این دلایل تو این چارچوب سیاسی اقتصادی هست که حسن روحانی فکر میکنه با کوتاه آمدن، راه سازش رو نشون دادن و اطمینان دادن به دولت‌های غربی باید کاری کنه که بخشی از این تحریم‌ها رو برداره در قدم اول و در پروسه طولانی مدت کل این تحریم‌ها رو برداره. به خاطر همین فکر میکنه هر نوع اقدام داخلی، هر نوع سر و سامان دادن به اقتصاد و امکانات مالی و به هر حال زیر پای حکومت رو محکم کردن منوط به این هست که از لحاظ اقتصادی بتونن سر و سامانی پیدا کنن و این با تحریم های موجود عملی نیست و به همین دلیل اساس کار خودش اونجا گذاشته. و رفسنجانی اینطوری نبود مثلا این حرف رو زد در رابطه با سوریه که گفت دولت سوریه مردم خودش رو بمباران و شیمیایی کرده، اینطوری نبود از دهنش در رفته باشه، اتفاقی بوده باشه یا به هر حال یه جورای اشتباهی کرده باشه، هیچ کدوم از اینا نبود. حقیقتش این هست دولت روحانی و رفسنجانی به عنوان توریسین و مغز این دولت سیاستشون با خامنه‌ای متفاوته و خامنه‌ای هم یه درجه کوتاه اومده ببینه چه اتفاقی میفته، منتها جناح‌های پایین‌تر، افراد پایین‌تر از خود خامنه‌ای در مرتب پشتاقشون رو میدن و حسن روحانی هم کارش داره اون چارچوب پیش میبره. اینکه به کجا میرسه، خب یه موانع جدی در مقابلش هست که بدون تسلیم کردن جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنم بتونه حسن روحانی هم کاری بکنه. همونجور که شما هم صحبت کردیم، ولی حسن روحانی در سیاست خارجیش همچی موفق نبوده، یعنی موفقیتی کسب نکرده و تنها کارش این بوده که با اتکا به روسیه که داره سوریه رو حمایت میکنه پشت سوریه و روسیه رو گرفته. به نظر شما این اتفاقی که تو روسیه میفته و اتفاقاتی که داره میفته به نفع بشار اسد و معتادانش تبدیل میشه یا برعکس؟ خود طبعا اگر خود روحانی و جناح رفسنجانی بتونن با سازششون از با غرب یه راهی پیدا کنن که روسیه و غرب به سازشی برسن و در سوریه بتونن حکومت بس سوریه رو حفظ کنن، حالا با اسد یا بی اسد زیاد براشون به نظرم تعیین کننده نیست. اون که تعیین کننده است این حکومت رو حفظ کنن و جاپای جمهوری اسلامی اونجا بالاخره قطع نشه و هنوز اعمال نفوذ بتونه بکنه. به این معنا خب فعلا برای میان مدت لاقل آمریکا کوتاه اومده، هرچند آمریکا خودش رو پیروز این میدان میدونه، فکر میکنه با تهدید اون بالاخره مسئله در اختیار گرفتن سلاح‌های شیمیایی سوریه در اتفاق میفته، ولی همه میدونن این اتفاق اگه تا تهش هم برن و تمام این سلاح‌ها رو هم تحت کنترل بگیرن هنوز امتیازی برای آمریکا محسوب نمیشه در مقابل روسیه، چون مشکل روسیه و آمریکا و جمهوری اسلامی هست که جاپای کی در سوریه محکم میشه و کی زیر پاش سست میشه، سوریه منطقه نفوذ کدوم کشور میشه. و با این سیاست ها اگه تا آخرش هم برن خب معلومه که هنوز آمریکا بازنده است. و به این معنا اولا من فکر نمی کنم آمریکا تا آخر به این حد از امتیازگیری و امتیازدهی راضی باشه، چون بالاخره هنوز مشکل آمریکا را حل نخواهد کرد این اتفاقات. دوما برای میان مدت معلومه یه موافقت برای دیپلماسی روسیهش و از این بابت روحانی و جمهوری اسلامی هم ازش خوشحالن، چون فعلا بالاخره سایه جنگ رو از سر خودشون برداشتن و روحانی هم نمیخواست فعلا
فعلا جنگی در بگیره و مشکلات هسته‌ای هم پیچیده‌تر بشه. به این معنا میان مدت رو نگاه کنیم اینطوریه، ولی در دراز مدت کشورهای غربی الان گیری که دارن این هست در مقابل اسد، نیروهای اسلامی تروریست و القاعده‌ای دست بالا پیدا کردن و اونا نمیتونن زیاد میدان مانور ندارن. عربستان و قطر و ترکیه درجه با اون نوع جریانات اسلامی کنار میان، ولی آمریکا و دولت‌های غربی نمیخوان با اونا کنار بیان و یک عمل متناقض خود مخالفین اسد هست یا متحدین اپوزیسیون اسد و به این معنا میان مدت به نظر من داره به نفع روسیه و ایران تمام میشه، ولی در دراز مدت فکر نمی کنم اینا بتونن این روند رو ادامه بدن و به این معنا بازم روحانی با مشکلات دیگری مواجه خواهد شد. اگه اینطور باشه تحولات به نظر شما به کدوم سمت میره؟ آیا این مشکلاتی که در منطقه هست همینجوری باقی میمونه یا راهلی براش به وجود میاد؟ ببین بالاخره مشکلات یک روزی حل میشن، بحث اینه کی و بعد از چه تلفاتی و چه درجه از ضرر و زیانی که مردم برسه و بعد از چه تعداد کشتار و خانه خرابی و ویرانی. اولا دو سال و خورده‌ای هست که این جنگ داخلی در سوریه هیچی برای مردم نذاشته، نه امنیت، نه زندگی، نه کار، نه شغل، نه اقتصاد، نه امنیت عادی حتی برن مردم احساس کنن اگر حتی حقوقشون سلب شده لااقل امنیت جانی دارن. اینطوری همه اینا از بین رفته و به این معنا فلحال و فوری اگر من واقع بینه رو بخوام جواب سوال شما رو بدم، هیچ راه حلی برای تمام شدن این کشتار در سوریه الان در جریان نیست. اون چیزی که در جریانه به نوعی بدبستان سوریه و آمریکاست در اتفاق میفته و یه درجه امتیاز دادن اسد که سلاح شیمیاییشو تحت کنترل قرار بده، ولی از اون ور دست بالا پیدا کردن اسد در مقابل اپوزیسیون که همین امروز یکی از شهرها رو که از دست داده بود قبلا دوباره پس گرفته از اپوزیسیون و به این معنی قدم به قدم داره علیه اپوزیسیون خودش اونجا پیشروی میکنه، این یعنی کشتار بیشتر، یعنی خانه خرابی بیشتر و یعنی ویرانی بیشتر. هیچ چشمنداز و راه حلی هم فعلا وجود نداره که این کشتار رو کم کنه، چه اسد دست بالا پیدا کنه چه اپوزیسیون، این کشتار ابعاد وحشتناکی به خودش خواهد گرفت و همچنان ادامه خواهد داشت. اون چیزی که میتونه جلوی بله بفرمایید، وقتمون داره تموم میشه، گفتم اگه بتونی یه مختصر توضیح هم راجع به روند این جناهای حکومتی تو داخل ایران به چه سمتی میره توضیح کوچیکی تو یه دقیقه بهمون بدین لطفاً. چون مسلم به نظرم علل عموم همشون رو این لااقل توافق دارن که اونجا جاپاشون تو سوریه محفوظ بمونه. حالا ممکن اگر یه روزی معامله هم کردن بسر اسد، ولی سوریه رو اجازه ندن بشه تبدیل بشه به منطقه نفوذ آمریکا و کشورهای متحده آمریکا. این هدف روسیه و جمهوری اسلامی هر دوست، ولی هر دو اینا میدونن این دعوا که در سوریه انجام میدن دعوای آخرشون نیست، اتفاقا یه سنگریه قبل از جنگ اصلی و موضوع اصلی که خود جمهوری اسلامی و ایران باشه، میخوان اونو حفظ کنن در مقابل نفوذ غرب و این روس سیاست مداره روسیه رسما اعلام کردن و جمهوری اسلامی رو میدونه با بالاخره سعی میکنه این وسط معاملاتی رو انجام بده با غرب و این شرایط رو فراهم کنه که هم خودش رو حفظ کنه و هم منطقه نفوذشون در سوریه رو نگه دارن عملا. ولی با توجه به بحرانایی که در منطقه است و تعادلی که به هم خورده در منطقه، من فکر نمیکنم هیچ کدوم از اینا آینده‌ای داشته باشه و این مسائل به هر حال دستخوش تغییر و تحول هست و عملا اون چیزی که ما میبینیم در سوریه به نظر من فعلا تا وقتی که این کشمکش بین جناح و دولت ها و قدرت های مختلف تمرکزش در سوریه هست، ابعاد کشتن هم بیشتر میشه متاسفانه. تنها راه به نظر من اینه، هم جناح های جمهوری اسلامی ناچار به عقب نشینی بیشتری بشن و همین دو قطب تروریستی که الان افتادن جون مردم در سوریه به خاطر اینکه منطقه نفوذشون رو حفظ کنن، عملا مردم آزادی خواه دنیا بیان میدان و دست اینا رو کوتاه کنن و مردم رو تقویت کنن و بالاخره این شرایط رو متحول کنن. این تنها راه و تنها امیدیه که میتونه وجود داشته باشه و
بالاخره برای مدت کمی طولانی تری حداقل رو تحمیل کنم به این قدرت. با تشکر از شما محمد آسنگران که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با تشکر و با تشکر از شما بینندگان عزیز این لحظه ما رو همراهی کردین. گفتگوی ما رو با محمد آسنگران در رابطه با سیاست‌های خارجی روحانی و اختلاف‌های حکومت شنیدین. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه همکارم سحر آزاد بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنیم.